سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از اولین صحبت‌های شهره قمر، بازیگر جنجالی بعد از آزادیش از زندان. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. شهره قمر بازیگری که این روزها جنجال‌های زیادی به پا کرده و بیشتر از اینکه مردم بازی‌های ایشون رو در نقش‌های مختلف در سینما به یاد بیارن، استوری‌ها و پست‌ها و حرف‌های جنجالیش رو در فضای مجازی می‌بینن. اون که در طی اعتراضات اخیر یک چرخش 180 درجه‌ای داشته و از حامی رئیسی و خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی و از طرفداران پروپاقرص اعدام زندانیان و مجرمان تبدیل به یکی از معترضان و مخالفان خامنه‌ای و سیاست‌های ابراهیم رئیسی و از مخالفان اعدام معترضین اعتراضات اخیر شده، توی چند وقت اخیر هم با انتشار عکس‌هایی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حرف‌های جنجالی زده. توی استوری‌های جدیدش عکس‌هایی رو از بنیامین نتانیاهو منتشر می‌کرد و هشتگ بزرگ مرد می‌زد و از اون طلب کمک برای آزادی ایران رو می‌کرد و به ابراهیم رئیسی هم القابی مثل حرامزاده و زنازاده رو نسبت میداد. در اوایل مرداد ماه هم خبر بازداشتش منتشر شد و عکس و فیلم هایی هم از لحظه بازداشتش در فضای مجازی بسیار وایرال شد. شهره قمر هستم، بازیگر سینمای ایران. الان هم خبرگزاری های داخلی با انتشار خبر بازداشت این بازیگر نوشتند که اون در صفحه اینستاگرام خودش مطالبی در زمینه اتهام و اهانت به مسئولان نظام، آرزوی سلامتی برای نتانیاهو و حمایت از رژیم صهیونیستی و دعوت به آشوب خیابونی منتشر کرده. خبرگزاری فارس هم تصویر بعضی از استوری های منسوب به صفحه اینستاگرام این بازیگر رو منتشر کرده. بر اساس استوری های اون، خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که اخیراً جراحی شده، اون برای سلامتیش دعا کرده. بر اساس استوری های دیگه ای هم که در خبرگزاری های داخلی منتشر شده، شهره قمر قصد این رو داشته که ظهر عاشورا حماسه بیافرینه و در زیر پرچم حسین لخت و عریان بشه. خبر بازداشت این بازیگر ساعاتی بعد از اون منتشر شد که خبرگزاری قوه قضاییه میزان از تشکیل پرونده قضایی توی دادسرای تهران برای شهره قمر خبر داده بود. میزان نوشته بود که مطالب منتشر شده از سوی شهره قمر موجب اشاعه حس ناامنی روانی در جامعه شده. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همونطور که همگی میدونیم توی ماه‌های اخیر بسیاری از بازیگران و شخصیت‌های سرشناس و به اصطلاح سلبریتی‌ها رو احضار و بازداشت کرده و حتی احکام قضایی عجیب و غریب و جدیدی هم برای اونها وضع کرده و اونها رو ممنوع الخروج کرده، ممنوع الکار کرده، پاسپورت هاشون رو ضبط کرده و در احکام جدید خیلی از اونها رو به روانشناس ارجاع داده. با انتشار این عکس و گفته‌های علم الهدا درباره کنسرت‌ها که گفته باید برای زیارت مشهد بیایند، جا برای عیاشی فراوان است، نوشت: اولا عیاش نوه‌های فاسد و بی‌بندوبارت هستند که ایرانو به گوه کشیدن و شخص خودم به زودی ویدیو و صدا و تصویر فسادشون رو مثل وزیر ارشادتون به زودی جهانی می‌کنن. دوما سگ کی باشی که ایرانو تجزیه کنی؟ سوما اگه جدم ابوالحسن علیه السلام زنده بود، شما رو مفسدین فلعرض مینامید، زیر لوای جدم بیت المال و نشخار کن تا به وقتش. و سلام شهره قمر. در استوری بعدی هم با هشتگ حسین نوشت: سلام بر رهبر آزادگان جهان. و بعد با انتشار این عکس از مهسا امینی نوشت: انتقام نزدیک عشق جان. در استوری بعدی نوشت: میپرسند ساکن وطنی؟ این همه سال حتی از مرز ایران پا به مرز دیگری به عشق وطن و ایران نذاشتی؟ از شهادت آیا نمیترسی؟ جواب: کسی که درک عاشورا و آزادگی حسین علیه السلام کرده باشد، نه شهره قمر. بعد هم با انتشار عکس این دو اعدام شده اعتراضات اخیر، سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، هشتگ ننگ به ظلم زد و نوشت: اگر پسران رئیسی فاسد و میرسلیم و علم الهدا بودید، الان زنده بودید. و
بعد هم با انتشار عکسی از پیج قبلیش که از دسترسش خارج شده نوشت زنازاده ها به اسم من با استفاده از خودفروشی به نام بهروز کمالیان معلوم الحال استوری میذاشتید، بعد که وطن فروشی نکردم پیج منو نابود کردید. خب نتیجه. بعد هم دوباره عکسی رو از نتانیاهو منتشر کرد و نوشت خیلی دعا کردم برای سلامتیتون، زنده باشید. در استوری دیگه ای هم پرچم اسرائیل رو منتشر کرد و هشتگ زد اسرائیل امید هر ایرانی. در استوری بعدیش نوشت اسرائیل فقط یکی از حامیان من در مقابل ظلم و دروغ و تبعیض و فساد حکومت ظلم است. اونم در تنها محل سکونتم ایران، بقیه بماند به وقت نیاز. شهره قمر. در استوری بعدی هم نوشت سگ کی باشید که اسرائیل ابرقدرت جهان رو از صفحه روزگار پاک کنید. شما اول آبونان کردستان و سیستان و بلوچستان و تنفروشی دختران و زنان سرزمین منو جوابگو باشید، بعد گنده بگوزید و هشتگ شهره قمر رو زد. در استوری بعدی هم نوشت فقط زنازاده ها و جیره خاران برای حاکمیت ظلم و فساد ماندن. شما هم خیلی زود مثل بقیه مزدوران به دست خودشون نابود میشید، مثل مهره های سوخته. از بقیه وابستگان عبرت بگیرید و به سمت مردم بیایید. بعد هم در استوری جنجالی دیگه ای نوشت ظهر روز عاشورا حماسه بیافرینم با تن لخت و اوریان زیر بیرق جدم حسین. بعد هم از مردم برای این کارش نظرخواهی کرد. در جدیدترین استوری های خودش هم نوشت برای تولد همخونمان، هموطنمان، مهسا امینی سنگ تمام بگذارید. من مسلمان شیعه نه دو تابعیتی هستم، نه آقازاده، نه کاخنشین، نه زینف از هیچ گروهی، فقط یک وطن پرستم و سلام شهره قمر. در استوری دیگه ای نوشت همین دلار 50,000 تومانی و فقر 99% مردم ایران و تیک آبی ابراهیم رئیسی زنازاده با همکاری آمریکا و اسرائیل، ابرقدرت ها و تجاوز به دختران بیگناه در زندان ها که به همه عالم پیچیده رو فعلا داشته باشید تا بعد، و هشتگ مهسا امینی رو زد. در استوری دیگه ای هم نوشت از افتخارات دیگه دولت ابراهیم رئیسی بعد از اعدام نابحق جوانان ایرانی دلار 50,000 تومانی، افزایش 75% اجاره خونه و خط فقر 40 میلیونیه. همکاری عمیق با بلاد کفر آمریکای جنایتکار در اینستاگرامه. حذف پیج مخالفان و هزینه های میلیاردی بیت المال مردم بدبخت ایران برای گرفتن وریفای برای خودش و جیره خارانش. تأسف. با انتشار عکسی هم از بنیامین نتانیاهو هشتگ بزرگ مرد رو زد. در استوری بعدی هم باز همون عکس رو منتشر کرد و نوشت اسرائیل فقط با 3 میلیون جمعیت ابرقدرت جهانه و ما آزادی خواهان همه طرفدار ایشون. در استوری دیگه ای هم این خبر رو از الهه محمدی و نیلوفر حامدی منتشر کرد که این دو خبرنگار پیگیر قتل مهسا امینی در بازداشت و تحت فشار امنیتی هستند. شهره قمر نوشت اطلاع رسانی به موقع و تودهنی بزرگی در دهان فاسدان شهامت میخواهد. دختران زیبای سرزمینم، من از این لحظه کنارتونم. در استوری بعدیش هم نوشت میپرسن چه میخواهی؟ مختصر و مفید یا تقلب؟ به پاهام بیفتید، شاید بخشودم. جد بزرگوارم علی علیه السلام فرمود مظلوم آخرش فاتح و پیروزه که هست. چاره ای ندارید و سلام شهره قمر. حالا در جدیدترین پست شهره قمر بعد از آزادی با انتشار این عکس نوشته 42 روز در بند 5 زندان اوین، اگرچه سخت اما پر از تجربه. در ادامه هم نوشت دوستان با قید وثیقه امروز آزاد شدم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.